سلام به همه شما بیننده های برنامه جواب سلام به شما امیرعلی جان یه هفته دیگه هم هستیم دیگه بله سلام به شما سلام به همه بیننده ها و سلام به مهمون عزیزمون که یه بار افتخار داد اومد تو برنامه خودش در دو عزیز آره دیگه ا... <تصفح> اصالتمون جواب بود با این شروع شد و خوبی رها مرسی خوش اومدی خب متشکرم لطف کردین دعوت کردین با اون همه ببین تقصیر خود بود دیگه اون دفعه دیدی راحت نشستی گفتی که اینجا چقدر جواب خوب شده میام باز حتمون دیگه پای قلم وایستادم انقدر اصرار کردم سر میزمون که دیگه تسلیم شد پریسا نه مرسی که اومدی خیالا. من دلیل داشتم واسه اینکه واسه اینکه دوباره مزاحمت شدیم که بیا اینجا بشینی اینکه دفعه پیش خیلی سوالا پرسیده بودن به دلیل اینکه وقت نشد جواب ندیدیم و بعد چی میگن بک فایر کرد خیلی آره، من خیلی شرمنده شدم چون پیام ها به سوی فیسبوک و ایمیل منم میومد که چرا جواب نداد چرا بوده که روش صحبت آره. نکردیم واسه همین میخوایم این هفته تون تون پشت سر حت هم. هم. حت اینجوری هم اینجوری شما دروازبانی همینجوری توپ کردیم بر نو پرابلم رها یه سری سوالا که مردم پرسیده بودن اکثرشون روی هول, هول مثلا 4 5 تا موضوع خاص بیشتر نیستش و همه تقریبا همون سوالا رو تکرار کردن من از اول میرم سمت ساله که خیلی پرسیده شده بوده آکادمی امسال کی شروع میشه نزدیک مهر و شما در مورد آزمون تست صدام هیچی نگفتین بعد مصطفی اومده گفته که این سال اول آوا پرسیده بود سال دوم مصطفی پرسیده که سلام به همتون خسته نباشید با این زحماتی که تو بهترین شبکه ایرانی میکشین میخواستم از رهاجون بپرسم آکادمی گوگوش کی شروع میشه آخه پارسال همین موقع ها فراخان داده بودید که 23 دی ماه برنامه پخش میشه لطفا زمان شروع اعلام کنیم راستش سری تغییراتی داریم داریم انجام میدیم برای پروژه بعدی بنابراین خب یکم طول میکشه ما هر قدمی که برمیداریم یعنی قدم بزرگ حالا اسمش رو بذاریم نیاز به وقت هست نیاز به فکر کردن و بررسی هست برای همین تاریخ دقیق رو هنوز نمیتونیم اعلام کنیم مطمئنا مطلع میشن همون لحظه ای که تصمیم نهایی گرفته بشه و بدونیم که چه تاریخی کی کجا به چه صورت ولی فعلا هیچ تصمیم گیری نهایی گرفته نشد خیلی هم خوب همین جوابتون بازه. بود. پس اعلام میکنیم دیگه به ما اعلام میکنیم اصلا دیگه از همین برنامه تبلیغات منتو پلاس دیگه چرا که نه میگیم اعلام کنیم <applause> <applause> رها یه سوال دیگه شاید الان دیگه خب این این سوال مربوط به آکادمی بود ولی این یه دونه شخصی تره خانم فرزانه پرسیدن یه خوردم فکرم کنم دلگیرن نوشتن از این که آقای رها مجددا میان ممنون ولی نمیدونم واقعا به کی باید گله کنم سری قبل آقای رها اومدن و من سوالی کردم که مهم بود اما متاسفانه به سادگی ازش رد شدید که من از طرف خودم میگم به سادگی ما رد نمیشیم ولی به نسبت سوالایی که میاد خب مجبورم درست درست نمیدونم چرا در صورتی که پاس پاسخ بعضی پرسش حتی میتونه زندگی بعضی ها رو عوض کنه اوی. اوی. و باعث خوشحالی خوشبختی یه نفر بشه اگرچه ما که بیننده همین برای من تو هستیم اما دوباره سوال مطرح میکنم لطف کردن که دوباره نوشتن که ما این دفعه دیدیم دیگه شما هستین و وجدانتون رو خدای خودتون ببینید چقدر چیز کردن سوال این میکنی وقتی ما ایرانی اول از آقای رها بپرسید اگه کسی استعداد شعر گفتن داشته باشه حالا بخواد این استعداد رو نشون بده و مثلا بخواد شعرهاشو برای خواننده ها بفرسته چطور باید این کارو بکنه و اینکه بهتر اول آهنگ باشه و روی اون شعر گفته بشه یا برعکس و اینکه شخصا حاضرن از راه دور به اون شخص راهنمایی کنن یا نه ممنون اگه این بار فراموش بشه نمیدونم چی چی نشه ف... <applause> فیروز فیروزه جان درست فرزان. فرزان جان ببخشید فرزان نازنین اولا که من خیلی کوچیک تا اینو واقعا میگم هنوز اول راه خودم هم که بخوام راهنمایی کنم در آخر گفته بودن و سال اصلیش این اینه که چی جوری این ترنر به گوش خواننده ها یا به دستشون برسونم فیسبوک وبسایت های شخصیشون و اینکه اشاره کرده بودن بهتر آهنگش گذاشته باشه خواننده ها با تجربه که من دارم اینو ترجیح میدن که وقتی یه کار میاد ملودی داشته باشه اگه تنظیم نیست دست کمی ملودی داشته باشه چون خیلی سخته شما به عنوان یک خواننده چون ای کارت تشخیص این نیست که بدونی آقا این شعر موفق میشه با چه ملودی موفق میشه مگر اینکه خیلی با تجربه باشی و ذریع بهوشید عجیب خریبی باشه که خب یه سری از هنرمندای خوش باشه یا خودشون آهنگساز باشن یا خودشون آهنگساز باشن دقیقاً مرسی ولی در وهله اول فکر کنم راحت‌تر اگر یک ملودی باشه و بعد این فیسبوک ها میدونم خیلی قلابیه ولی میشه باز حد یه دقت کنن میشه حد زد کدوم رسمی کدوم نیست حالا خواننده مورد علاقه اون بزرگان که خب وبسایت رسمی هم دارن یا ذره کوچکترها دست کم فیسبوک دارن بهتر از این متاسفانه یا بیشتر از این نمیتونم راهنمایی کنم و شرمنده این عزیزان هستم که برای من متناشون رو میفرستن و متنا قویه واقعا یعنی در حدیه که باید به اجرا برسه بعضی وقتا بعضی وقتا برعکس ولی با این همه کاری از من بیشتر از این شاید یا کمکی ساخته نیست ولی بیشتر این پیش همون وبسایت ها و فیسبوک وبسایت ها, ها و فیسبوک ها و بعد با آهنگ بفرستید اگه مثلا کاری دارید فکر این آهنگ چون دیگه کم، طبیعتاً میتونه ملودی خوبی روش بذاره برای اون بفرستید برای اینکه بجا راست میگه این کار راحتر یه. آره, چون آره. بعد از اون بر خواننده راحت چون آهنگسازی که مثلا ساکن لس آنجلس یا حالا شهری که خواننده ها زیاد هستن خ... با هم در تماس هم دیگه میگه من این شعر گرفتم به این اسم به این عنوان بیا گوش کن دوست داری کار کنیم معمولا اینجوریه خیلی از کار از ایران فرستاده میشه و بچه ها میدونم تو لس آنجلس آره دیگه مخصوصا تازگی ها که خیلی همکاری ها از ایران بخواهد از بیشتر شد رحا... افشین اومده پرسید سال پرسیده که رها جان سلام سالی داشتم آیا شما با آقای ره نقطه اعتمادی نویسنده کتاب های جیبی و هیجانی نسبتی دارید من با این نویسنده خاطرات خیلی خوبی دارم نه متاسفانه نه خیلی سال هاست این سال از من میشه نه خوشحالم که برحال این فرصت پیش اومد که جواب این سال بدم متاسفانه ندارم چون خودم هم دنبال میکردم کاراشون رو مجله جوانان هم پخش منتشر میشد رها آخرین برنامه که ازت پخش شد به تازگی که تهیه کرده بودی در تبعید بود بله. و موقعی که سری اولی که اومدی برمه جواب یه دو قسمت از برمه در تبیید پخش نشده بود هنوز okay. واسه همین هنوز هم خیلی راجبه در تبیید پیغام داریم که جواب بدی یکیشون اینه که خب راجبه شیشت هنرمند در تبیید درست کردی قصد uh -huh. داری که با هنرمنده دیگه هم در تبیید درست کنیم تنها ترسم اینه که چون سرنوشت خیلی از این عزیزان شبیه هم بوده اگرچه خاطرها یکی نیست شخصیت ها یکی نیست ولی شباهت وجود داره نمیخوام شبیه هم بشه خیلی ولی دوست دارم هنرمندایی هستن که قرار بود این کارو باشون انجام بدیم نشد به دلایلی کم بود وقت دوری و از این نوع مسائل ولی امیدوارم که بشه چ... صد درصد نمیدونم چون میگم اون, اون شباهت اگه خیلی باشه دیگه لطفی نداره این شیشتا واقعا خب باز یک تفاوتی بینشون بود اگرچه وقتی آقای ستار خاطراتشون رو میگفتن مشترک بود با شهرام مثلا یا آقای مفرزاده فرزاده راجع صحبت میکردن ولی معلوم نیست امید... هنوز چقدر معلوم نیست هنوز شده نست؟ نست؟ ولی امیدوارم اگر اگر در تبعید نباشه یه چیزی شبیهش صد در صد دوست. چون قصه ها حرفا زیاده و اینا بخشی از تاریخ موسیقی تبعیده دیگه تبعید چون تو در تبعید هستیم رضام پرسیده که چرا تمام در تبیتی که ساختی همه یه ساعته بوده غیر از در آقای شمایی زاده مرسی. که مطمئن آقای رضا ایشون حرف برای گفتن زیاد داشته ما پخش نکردیم ما سانسور کردیم این شبیه این پیغام خیلی زیاد آره میدونم کاش اون هفته اون هفته که نه اون هفته که بودم توضیح میدادم راست میگی آره را دیگه خب اینجا سوتی از من <applause> راستیتش اینه که من وقتی اون مصابر باقی شمای انجام دادم گریت رو ضبط کرده بودیم ایشون رفتن پیرنشون عوض کردن نشستن به این نیت که یه مروری بر این چل پنجه سال داشته باشیم یعنی از شاید میشه سال از کودکیشون و واقعا من میتونم بگم یک کنیم دو صبح ما از خونه اومدیم بیرون چون خیلی طول میکشید بعد اول بیرون روشن بود بعد تاریک شد یه سری تنظیم ها انجام میدادیم و اصلا قرار نبود اون در تبعید باشه یعنی مثلا شاید دو ساعت راجع به قبل از انقلاب صحبت کردن سالهای قبل از انقلاب که من ناگزیر مجبور شدم اونارو رو بازم بذارم تو این در تبعیده و بیشتر از این حرف نزده بودن ایشون حالا خودشون شایدن یادشون ایمیل هم زدن بعدش که چقدر تشکر کردم و واقعا مرسی از این عزیزان که تشکر میکنم بعد از پخش این برنامه قرار نبود در تعبید باشه چند سال قبل ضبط کرده دو سال پیش دو یعنی شا... من... در زمان ضبط ببخشید در تعبیدا نبود است. نه نه این ما تو آرشیو داشتیم زمانی بود فکر کنم گریتیس هیت سو درست در ایران دوره گریتست بود که مثلا حسن شمعی رو ضبط کرده بودیم غزل گردی رو با شهریار قنبری رفته بودن فیلم برداری کرده بودم آره خیلی وقت پیش بود و ایشون کردن با اون میگم زمان طولانی که طول کشید دیر وقت طاقت آوردن نشستن صحبت کردن ولی قرار نبود در باشه و همین درسته رها حالا که در مجموع در تبیید صحبت میکنیم توی هنرمندی که خب اول گفته بودن که میخوای ادامه بدی یا نه اسم یه هنرمنده که مرتبا داره تکرار میشه که چرا شما از آقای داریوش برنامه درست نکردید مازیار نوشته که لطفا از داریوش اقبالی عزیز برنامه تهیه کنید و چرا داریوش این برنامه نبود آقای کیا نوشته فکر کنم وایس مسیج هم یه دونه پیغام صوتی هم داریم بشنویم درباره همین موضوع دیگه بعد همون یه <تصفح> هم دیگه جواب بدیم بشم مرتب کردیم همیشه با هم بهتر بهتر میشه دیدم هفته پیش خیلی خوب اول می‌خواستم تذکر کنم از برنامه مستند زیبایی که تهیه می‌کنند سوالی داشتم برای عدم دعوت از داریوش در برنامه چی بوده؟ ببینم که گرایش سیاسی اجتماعی خواننده یه این تصمیم تاثیر داره یا نه با تشکر خدا گرایش سیاسی خواننده هنرمند صد درصد تاثیر نداره توی خود این من توی سازمان یه شبکه سه طبقه است به شوخی میگم سازمان یه شبکه سه طبقه است که تو هر طبقش چندین اتاقی و هر اتاقش مطمئنا دوستان با عقاید مختلف سیاسی نشستن نه اصلا برای در تبیید من با خودشونم یا اگه در این باره نه ولی با مدیر برنامهشون صحبت کرده بودم اون زمان علاقه نداشتن یه سری طرحهای دیگه بود یه سری ایده های دیگه بود برای همکاری که اونها هم هنوز به نتیجه به اون صورت نرسیده ولی در حال گفتگوی مدام اصلا اینکه ایشون حالا هر مثلا من نمیدونم آقای منفرزادی آقای ابی یا آقای شپره چجوری میاندیشن البته خب آقای شپره خیلی از نظام پادشاهی تعریف میکردن ولی جدا از این مسائل اصلا شما نکته خوبی گفتی غیر از کسایی که شما باشون مصاحبه میکنین یا ازشون برنامه درست میکنین که مسلما هرگز شما ازشون نمی پرسید رجب گرایش سیاسیشون اصلا به من مسلمن. ربطی نداره خیلی رک به من هیچ ربطی نداره و همینجور چه نکته بهتری رو گفتی که شاید ما هیچ وقت نشستیم راجبش حرف بزنیم که توی همین ساختمون بله. روی همون طبقه که شاید بیشتر میزای ما هست میشینیم کسایی هستن که هر کدوم یک گرایش خاصی دارن کسایی دارن که شاید ما تو ساختمانی یک ماه پیش یک فکر می‌کنم حدود یک ماه پیش رفتن تو انتخابات ریاست جمهوری داخل ایران رأی بله. دادن یه دم مخالف بودن یه چیزی که اصلا بله بعد بله. بله. مثل هر جای دیگه بحث و گفتگو بود تو اتاق رد می شدی آ تو رأی نمی‌دی آ تو چرا رأی می‌دی تو چرا رأی نمی‌دی اصلا یه چیز طبیعی بود و شاید به دور از اون چیزی که خیلی شاید تصور کنن بیرون این از اینجا چون بیرون هم اصلا فکر می‌کنن که نه نه تو مثلا طبقه شما خیلی بحث بود طبقه آره وبسایت آره از این راه رو راه رو چیز بود نه یادم اصلا مسئله نیست ما میگم من اصلا نمیدونم خیلی از بچه اینجا چوری میان چگونه میاندیشن اصلا میگم بعض وقتا واقعا با آدم ربطی هم نظر من نداره به نظر من اینکه دونستنش و پرسیدن یا جوش بحث کردن باعث پیشرفت فکرهای تک تک میشه شاید دیگه ولی قضاوت کردن خیلی کار اشتباه پنجره مختلف میشه و همین در رها الان راجبه یه موضوعی حرف زدی که شاید بی ارتباط نباشه به یه سری چیزهای دیگه که میخوام راجبه اونام حرف بزنم چون میدونی یکی از دلایل مهمی که خواستم دوباره این دفعه هم بیای و بشیم راجبه صحبت بکنیم و خیلی هم داشتیم که راجبهش حرف بزنیم یا نزنیم شایعه هایی بوده که متاسفانه توی دنیای مجازی اینترنت به تازگی پخش شده راجبه شما بیشتر باش. از همیشه و Uh, <تصفح> <نزر> <تصفح> <تصفح> یه مقدار هم رسانه های داخل ایران هم نمیتونم بگم کم لطفی اصلا بی لطفی کردن و اینا رو به عنوان خبر رسمی شاید حتی منتشر کردن بریم یه استراحت بکنیم بعد از استراحت یه نفس بکشیم برگردیم آره رجب این صحبت بکنیم چش این خودکارت هم با من عوض کنم خیلی من اصلا استفاده تو من تو دور بمیشتم میفته چشم چشم با هم خوش اومدید به قسمت دوم برنامه‌مون. سپاسگزارم. شما اگه سوال دیگه مربوط به برنامه دارید بپرسید بعد دقیقاً یه سوال دوم برنامه مونده بله که خیلی هم پرسیده شده خانم کیمیا پرس... سوال کرده که آقا با دقت گوش نمی‌کنید. نه من با دل و جان گوش میدم. بفرمایید. کیمیا پرسیده چرا مستندی که در مورد استاد واروجان بود هیچ وقت پخش نشد؟ یعنی ساخته شده و پخش نکردید. اوکی. ما چند بار این توضیح رو دادم. بذار یه جوری توضیح بدم که دیگه هیچ کسی نپرسه. <تصفح>... برای اینکه یکی از همکاران قدیمی ایشون برای شرکت در این مستند و مستند بابک بیات بیس هزار پوند میخواستن و بدون حضور ایشون بذاره سخت میشد ساخته مستند خیلی رو راست بگم برای همین من تو قلکم اونقدر نبود و تو قلک شبکم اونقدر نبود برای همین و حس خوب و قشنگی نیست اصلا وقتی بدونی داری وقتی داری میبینی که دوست و همکاری داره در به دوست و همکارش توضیح میده و اینقدر بابتش قبطش... بله یکی از عزیزان پیش برای حضور در این مستند که واروجان بود و بابا که بعد چون قرار بود بعدا اونم درست کنم 20000 پوند میخواست دیگه فکر کنم کسی نپرسه نه اگر میپرسن ولی باز چرا نه اگه برنامه رو ببینن نه ولی خب خیلی وقتا پیش میاد که برنامه رو شاید نمیبینن پارازیت هست حالا اتفاقا پارازیت هم چیزی که خوب بعدا راجبه صحبت بکنیم رها اوکی رسیدیم به اینجا مهم همه, ده. همه ها. مهمه دیگه بله به این خاطر اینکه بله خاطر بله. خیلی از بیننده رو آزورده کرده رب مطمئنم تو هم با من هم هستی چون رجبش خیلی صحبت کردیم که وقتی که این شایه ها پیش میاد که توی سه سال گذشته همه هم شنیدیم شما شنیدیم من شنیدم شما شنیدیم و شده صحبت خونه ها و مجلس همه چیزایی که شایه است بله. و سکوت و بیتفاوتی به نظر من و مطمئنم به نظر شما بهترین کاری که از کنارش بگذاری. ولی این دفعه دلیلی که من از شما خواهش کردم که بیاره جوی صحبت بکنیم اینه که بیننده هامون بیننده هایی که ماها رو دوست دارن شبکه رو دوست دارن برنامه ها رو میبینن دلازرده شدن و میگن که چرا نمیاید یه چیزی بگید که همه دیگه ساکت شن این شایه ها رو چی میگن در قلکشو رو ببندن بذارن کنار خیلی خوشحالم که اینجوری به مسئله اشاره کردی چون واقعا واقعا به این عزیزان چون من به چشم دیدم که توی این سایت ها دعوا میشه اسمش که وقتی فهاشی و توهین و اینا پشت سرم و در دفاع از شخص من در این مورد خیلی حضور داشتم و از واقعا میگم از همشون سپاس گذارم یه توضیح بدی که شاید آره بعضی از بیننده اصلا خب یه سری یه سری خب نمیدونن درسته چندی پیش برادرم زنگ زد که یه مقاله راجع به تو توی یکی این سایت هاست من مثل همیشه جدی نگرفتمش چون هیچ جدی نمیگیرمش بعد دیدم یه نفر دیگه که اصلا اهل خوندن این نوع مقاله ها نیست اهل اهل سر زدن اصلا به اون بخش جهان ایرانی اگه اسمشو بذاریم نیست اونم تکس داده برام یه ایمیل اومده دیدم یواش یواش مسئله جدی شد تا اینکه تو خودم این استودیو که از همکاران گفت متنو و حالا بعدها چون خب این یه نفر نوشته اگه بشه میخوام اینجا به این مسئله اشاره کنم که وقتی مسئله پیش میاد خیلی 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 بی‌رحمانه و خیلی نامردیه ولی اون ور قضیه اینه که چقدر مسخره است و چقدر این آدما کوچیکن ما حرف نزدیم سکوت کردیم سکوت کردیم چون هم وزن نمیدیدمشون شاید این حرف زره میگن طرف مغروره نه من اینا رو حالا هرچی چی مغ... به هم وزن واقعا نمیدیدم یعنی وارد یک رینگ یا دوشک نمیتونستم با اینها بشم چون خیلی کوچیکتر از این حرفا بودن و خیلی ذهنیتشون کسیفتر از این حرفاست برای همین و پس اصلا این کلمه خیلی خلا... مناسبتر خانم این مثل آزاده و خیلی های دیگه اومده بودن نوشته بودن که خانم ها آقایون شما ها چرا باور میکنید و اگه امکان داره از آقای رها بخواید در مورد شایعات یه جوابی بدن اینطوری اگه چیزی نگن همه شایعات باور میکنن با. اگه سکوت کنی یعنی واقعیت داره که این درست نیست سکوت همیشه در نیست که این میگن سکوت علامت رضاست و نمیدونم یا از این تیک اصطلاحات زیاد هست که نظر من, من اصلا گیل می خود عذاب بکشین یعنی نهایت خودخواهی فکر خود باشه یعنی چی حالا ولی چون سه سال پیش شروع شد و خود هم شاید بودی و ما هیچ سکوت کردیم سکوت کردیم دیگه فکر کردم به یه جایی رسیدم که خب هفته دیگه میشم قاتل و بعد یه دیگه جانی هر چی قبلا نه یه سوی می نوشتن خب باز میشد حزم کرد طرف بهاییه مثلا میدونی خب این خب ممکنه باشه با اینکه نیستم من نه بهایی ام هم، نه همجنسگرام نه خیلی چیزایی که دیگه بهم گفتن ولی به بهایی و هم ها و همه اون چیزایی که گفتن که شخصی نیست متجاوز احترام کامل قائلم صد درصد چون این شانس رو داشتم در زندگیم که صحبت اون پنجره شد این پنجره ها رو بتونم واکنم و ببینم و خودم تشخیص بدم خانواده من بهایی نیست خودم طبیعتا نیستم شما فامیلت هست رها اعتمادی علاقه بله و رها بنی اعتماد اون رخشان بنی اعتماد کارگردن <applause> معروف ولی مسئله اینجاست که آخه مگه یک همچین شخصی حالا من راجبه امیدم حرف زدم به تیام حرف زدم خیلی حرف زدم مگه این بچه‌ها یا ماها چیکار می‌کنیم صحبت از این شایعه کرده بودیم من یادم مسئله هم که خیلی پیچیده بود که این هم جنس این باکس من شده بود فحاشی که اگه ما میدونستیم تو اینی اصلا نمیدونستیم خواهرمون نگات کنه نمیدونم و من اون لحظه تنها حسی که بهم دست داد این بود که همجنسگرا در سرزمین من چی میکشه بهایی در کشور من چی میکشه که من شده بودم یک چیز اصلا نمیدونم چی کلمه براش پیدا کنم و برای همین تصمیم گرفتم که نگم همجنسگرا نیستم تصمیم گرفتم نگم بهایی نیستم که نمیدونم یه حالت دفاع از اونها شاید باشه نمیدونم چی فکر میکرد البته من امیدوارم صحبته که ما الان داریم میکنیم چون میدین که تلویزیون ایران و خیلی های دیگه و خیلی وبسایت سایت های دیگه میان صحبت ها رو ادیت میکنن, میکنن. تدوین میکنن از تو چیز دیگه در میارن ما با استعدادی ما ایرانیان متاسفانه وضعیت رها بیشتر من میخواستم خیلی پیغام بخونم میدونم که متاسفانه باز همه میگن چرا این همش میگه که وقتی برنامه کمه نمیرسیم <تصفح> ولی همه صحبتاش این هستش که مثل آیلا که حرف قشنگی زده نوشته رهای گرامی هموطنم هموطناتو ببخش به خاطر ظلمی که به تو روا میکنن شما خیلی با شخصیت و محترمی مطمئن باش کسانی که برنامه شما رو دنبال میکنن این ببخشید خود رو هرگز باور نکرد باور نمیکنن متاسفانه ما عادت داریم که صحبت بقیه بشه نقل مجلسمون و اتفاقا من که من فقط در جواب نازنین میگم که مطمئن باش کسانی که با دروغ بی احترامی میکنن به هموطنان من هموطنان من نیستن و من اونا رو هموطنان خودم هیچ وقت ندونستم و نخواهم دونست چون همین که به این قلمشون یعنی انقدر مثل این مسئولیت رو به نتونستن بگیرن راست باشن صادق باشن با مردمشون اونها مشکلات خودشون رو در نامتان حل شه ولی اونها رو من هموطن نمیدونم هموطنان من همین عزیزانی هستن که صادقان خودشون بررسی میکنن مرور میکنن میگن ایرانی ها دو تا, تا چارتا میکنن تو ذهنشون میبینن که چهارتاست <applause> میخوام یه سوالی بپرسم که یه ذره سوال شخصی خودمه ولی قبلش واقعا یه درد و دله از طرف مطمئنم از طرف هممون که لحظه ای که نشستیم توی یه مهمونی توی مجلس توی مطب دکتر هر جا صحبت رها اعتمادی میشه صحبت من تو میشه صحبت هر هنرمند دیگه میشه لحظه ای که داریم میگیم شنیدی اینجوری شد وقتی مطمئن نیستیم راجبش یه <applause> لحظه فکر کنیم داریم <تص> راجب <تص> فرزند خودمون حرف میزنیم بقیه دارن در یا بقیه دارن راجع به فرزند ما حرف میزن اون مادر یا پدر یا خانواده ماها هم که داره این چیزها رو میشنوه شاید اه. ما از کنارش راحت بگذریم و برامون مهم نباشه و بی تفاوت بگیم که هست ما کار خودمون رو میکنیم ولی خانواده پدر و مادر تن و استخونش میلرزه وقتی این صحبت رو میشنوه حالا شما این شایعاتی که درست میکنن که فکرم میکنن با گذاشتنش توی چهار فارس نیوز و سایت های نیمه معتبر و شبکه خبر و اینا میتونن جلوی کار شما رو بگیرن تو فکر میکنی آه. با این چیزایی که برات ساختن مستند بعدی که میخوای بسازی برنامه بعدی که میخوای بسازی محافظ کارتر میشی که بگی خشمگینشون نکنم نظرم بیان سراغم برعکس اینا کشتیگیرامون فن برعکس میزدن واقعا همینطوره من واقعا برعکس بر... بیشتر انگیزه می‌گیرم چون پیش خودم میگم که اگر این خبرنگار حالا به چه دلیلی توی اون رسانه که مال اون مردمه که برای اون مردم داره کار میکنه دروغ مینویسه دروغ چاپ میکنه نباید اونجا باشه و اگر این کار من انقدر اونو آزار میده چون میترسه از اون چیزی که پنهون کرده خب یه سی رو پنهون کردی دیگه پارازی چرا میفرستن ما دوست داریم وقتی برنامه‌مون رو پخش میکنیم همه ببینن فقط من در جواب شما برعکس بهم بیشتر انگیزه میده که بعدی رو بیشتر وقت بذارم برای تدوینش ببخشید ولی با... آخر نه یه صحبتی هستش که درباره حالا من و پرسا قبل از که بیام اینجا صحبت میکردیم درباره همین پارازیت بود و درباره اینترنت بود سری مردم میگن که واسه پارازیت چرا شما نمیاین مثلا میگم روی فلان ماهواره دیگه یا مثلا با یه فرکانس قوی تره دیگه یا نمیدونم چرا نمیان فرکانساتون رو نزدیک فرکانس های خود صدا سیما ایران بکنی آخر میدونی خود شما بهتر شد از دیگه اگه قرار باشه پارازی بستشی بسته میشی اینا مسکنه در دراز این مدت این چیزی که مردم آره. میپرسن فهم کنم اصلا میگم پریسو دوست نداره ما تصویرمون دیده شم. ما میگم میگن که شما دوست دوست مشکل شما ناراحت نیستی که ما پارازیت نده بر من گشتن که پریسو خانم شما ناراحت نیستی که ما پارازیت داریم بر من ترجمه میکنی روش حرفم نمیزنی هیچ کاری هم نمیکنی انگار که دست ما میدونی مشکل چیه من حساس شدم نه مشکل مشکل اینه که عزیز بر اینکه اینا دوستان همتان ما اینجا فردا اگر مثلا این شبکه هرچی از کار نکنه آقا نهتش اینه که میری یه جا اعتراض میکنه دیگه به صورت سلحامیز اول نامه مینویسی جواب نمیده یه سری جمع میشن مقاله چاپ میشه به یه جایی میرسه که یه جایی وارد میدونی میشه صدا به گوش مسئولی مجلس همیشه ایستادن صدا به گوش مسئولی میرسونی به قول قانون فیزیک هر عملی نتیجه عکس عمله همین دیگه عزیزانی که تو خونه نشستن و این پارازیت میاد خب اینو که ما نمیفرستیم اینو کسانی میفرستن که ش... نمیخوان شما این برنامه رو ببینید حالا اون برنامه توش چیه من نمیدونم چرا که نه از سواری و سالی تاک و جواب و آکادمی و همین بفرمایید شما چیا بوده یا اصلا خبر که قراره همه با خبر باشیم از جهان اطرافون ولی همین مسئول ما نیستیم یعنی یاد بگیری که از حق خود دفاع کنی من میخوام این برنامه رو برم نمیتونم چرا نمیتونم دیگه نباید بیا پرسی از چرا نمیتونم خب ما خب شاید شاید هر فرکانسی باشه اگه بخوان که شما شبکه من تو رو روی هر فرکانسی من تو باشه اون رو میزنن ولی <laughs> خودشون درام. نگاه میکنن نه آره خودشون نگاه میکنه و اگه واقعا بده واقعا اگه بده چرا خب خودمون داریم می‌بینیم ایده هایی که اینجا هستش برنامه‌ای که اینجا ساخته میشه اون ور داره عین همون ساخته میشه تونل زمان شما تونل زمانی برنامه اسم یادگاری و... خب تونل زمان اصلا نه بوم به مو کپی شده بود و اینترنت هم صحبت کنیم یکم من خیلی نه, نه. نه، <تصفح> خیلی نه ببینید فکر هم راجع پارازیت خیلی صحبت داریم امیرالی جا ما شالا جا بگید وقت نداریم آخه اینترنت نادم بیا <تصفح> کامنت بدم من صحبت کنیم <تصفح> نه بسید که چیزی بگم ما این شالا برای یک ساعته بشیم بله و مشکلی که هست که خب خیلی بیننده هم احساس بکنم من این وسط نشدم نه تو حرف شما میپرم نه تو حرف مهمون من تو گوشم میگن وقت داریم باید تموم شه و باید این نیم ساعت رو پرش بکنیم من درک میکنم هم پارازیت هم اینترنت چیزایی که می‌گیم مرسی رها که امروز اومدی اینجا راجع به این چیزو می‌دونم که واسه اصلا بحث خوشایندی نبود ولی همین که ما جواب دیدی که... واقعا واسه دوستانی که احترام گذاشتن واسه خواستن که بیاین شما این رو بگید 100 مرسی امیرعلی مرسی از شما بهتره که در پره صحبت بکنی ولی وقت نشد میخوام از بابا مثلا یه چیزی بگیم یه فهوای کلام مثلا این چیز دیگه بود پس راست میگم تو کارا فهمیدی نه هم تموم شد حد نه تو هر دفعه میخوایم مثلا یک کلمه بگیم به مهمونامون که من چه به این پیشنهاد خودش بود گفت هر دفعه آخر برمه یه چیزی آره گفتم یه جوری خیلی با لبخند تموم شد آره خب پایان که امیرعلی زیاد با کلمش آشنا نیست که تموم شد مثلا شما میگم پایان با پایان یه جمله بگو شما راجبش یه جمله بسازم یا یه کلمه راجبش بگو فیلم به پایان رسید نقطه پایان. نقطه پایان نقطه پایان نقطه پایان آهنگساز تنظیم کننده بابک سعیدی خواننده گوگوش ترانه سران شعر بندی حبی میگه که خانوما خیلی نقطه پایان بیشتر از آقایون دوست <تصفح> من آمار گرفتم <تصفح> راست میگی راست میگی راست میگی راست میگی آقایون دوست نداشت الان تموم <تصفح> شد الان میتونی همون یک زده مونه بابا فردا کم جدا میگه واسه اینترنت خیلی میشه بحثانه خب یک ساعتش کنی